با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان صابر هستم در خدمت شما عزیزان و سروران و دوستان خودم. امروز قصد دارم در رابطه با سمپاشی میوه هلو و شلیل در خدمت شما عزیزانم باشم. کلن هدف از سمپاشی یعنی چی؟ ما اگر صحبت از سمپاشی میکنیم باید اول نسبت به اجرای سمپاشی آگاهی داشته باشیم و دلیل و انگیزه سمپاشی رو کامل بدونیم و بعد سمپاشی رو انجام بدیم. مهم اینجاست که میخوام خدمتتون عرض بکنم که هر فصلی و هر بیماری در هر درختی سمپاشی خودش رو سم مخصوص خودش رو نیازمنده. اینطور نیستش که ما هر نوع سمی رو که به دستمون رسید برداریم به روی درختان میوه‌مون اسپری بکنیم و نتیجه مطلوب بخوایم ازش بگیریم. چه بسا بعضن خیلی جاها من یادمه که دوستان با من تماس میگرفتن میگفتن بعد از سمپاشی انگار که پاییز رسید و برگا یهو همه خوش شده رید. خب اون سم میره که شما استفاده کردی سم اون روز نبوده، سم اون درخت نبوده و سم اون هوا نبوده. بنابراین در درجه اول ما باید شناخت کامل نسبت به درختانمون داشته باشیم و شناخت کامل نسبت به بیماری داشته باشیم و شناخت کامل نسبت به موادی که مصرف میکنیم برای مبارزه با اون نوع بیماری اون رو هم بشناسیم. از دیدگاه من درخت با انسان و حیوان هیچ فرقی نداره. ما سه گروه جاندار هستیم، به یه شکل زندگی میکنیم. چون درخت رو ما در یک جای ثابت میبینیم، از دیدگاه خیلی ها درخت اصلا جاندار محسوب نمیشه، خیلی راحت میبرنش، میشکوننش، میسوزوننش. و حال اینکه در جوامع متمدن مثل اینجا از درخت به عنوان یک موجود زنده محافظت میشه. هر کسی حق نداره خود سرانه درخت‌ها رو بسوزونه و ببره و نابود بکنه. به همین سبب ما باید با درختانمون همانند خودمون رفتار بکنیم. به طور مثال اگر من دندون درد داشته باشم برم دکتر، دکتر به من تجویز نمی کنه که بذار دستت رو گچ بگیرم، یا اگر پام شکسته باشه دندون من رو نمی کشه. ما باید در رابطه با نوع بیماری و نوع خسارت و نوع حادثه نسبت به تمام موجودات آگاهی کامل داشته باشیم و شناخت کامل و اجرای کامل رو داشته باشیم. خب این در وجود زندگی خیلی از انسان ها حاکمه. خیلی ها هستن میبینیم اسب دارن، چارپا دارن مثل الاغ و قاطر و این حرفا. نگاهشون میکنی به این حیوانات که اینا دارن، بیچاره ها مریض و داغون و کسل و گرسنه و لاغر و درب داغونن. حتی در زندگی شهری هم خیلی را اگه نگاه بکنید ماشیناشون میبینید یه طرفش گلگیرش آویزونه، یه طرفش چراغش شکسته است، صندلیای پاره پاره. خب این در واقع شلختگی در وجود انسان‌ها هست. منتها شلختگی نتیجه مثبتی نداره. یک راننده اگر شلخته باشه به وقتش برک یا همون ترمز ماشینش رو عوض نکنه، یا تایرهای ماشینش رو به وقت اگه عوض نکنه، یا روغن ماشینش رو به وقت عوض نکنه، قطعا نه تنها به خودش لطمه میزنه بلکه به جامعه آسیب میرسونه. یک راننده که با ترمز داغون داره رانندگی میکنه در سطح شهر جون دیگران رو به خطر میندازه، یا با لاستیکای داغون بازم جون دیگران، حالا جون خودش و مال خودش جای خود داره. پس بنابراین در باغبانی هم نباید اونطور شلخته بود. شما تصور بکنید اگر من در این با بیماری خاصی رو اجازه بدم رشد پیدا بکنه، این بیماری به باغ همسایه و در مجموع همینجوری به باغات همسایه ها هجرت میکنه
و در نهایت به یک باره ببینیم یک منطقه یا یک دشت رو این بیماری فرا گرفت و حتی ممکن هستش که یک کشور رو این بیماری فرا بگیره. چه بسا امروزه ما شاهد اینجور شرختگی ها در جامعهمون هستیم، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ سیاسی. متاسفانه همین هجوم ملخ ها یا ریزگرد ها یا طوفان ها یا سیل هایی که به وجود میاد دقیقا برمیگرده به همون شلختگی های اجتماعی که مسئولی که مسئول اون جریان از اجتماع هست بی تفاوت، بی خاصیت، بی قابلیت، نادان، نفهمه و اجازه میده که جامعه آسیب ببینه. یک انسان مسئول حتی در مقابل حیوانات و حتی در مقابل حشرات مسئوله. من اگر قصد دارم که درختم رو محافظت بکنم، قرار نیستش که تمام حشرات رو قتل عام بکنم و تمام پرنده ها رو قتل عام بکنم و تمام حیوانات رو قتل عام بکنم که میخوام 4 تا دونه میوه تولید کنم. نه. بنابراین هلو و شلیر رو ما مراحل مختلفی برای سمپاشی میشناسیم. هلو و شلیر رو در درجه اول در ماه آبان برای پیشگیری از بیماری های لبشتری و غربالی سمپاشی میکنیم با ترکیب مس. بعد از ریزش برگ ها، یادمون باشه زمانی که برگ ها ریخت، برگ ها رو توی باغچه جمع میکنیم، از توی باغ جمع میکنیم. نباید برگ ها از امسال به سال آینده بمونه، یادمون باشه. باز همون آدم های شلخته برای توجیه تنبلی خودشون میگن که برگ وقتی که در سطح باغ شریفته میشه یا باغ ریخته میشه میمونه، میشه کامپوست یا کود یا حالا هرچی. این جا چرت و پرت چیز دیگه نیست. اون آدم یا بیشعور و بیسواد این حرفا رو داره به شما میزنه، یا از روی قصد و غرض داره اینه میگه، یا از روی تنبلی، چیز دیگه نداره. یعنی برگی که در باغ از امسال بمونه برای سال آینده، ما با بیماری سفیدک، ما با بیماری شانکر، ما با بیماری قارچ، انواع بیماری ها مواجه میشیم به خاطر وجود اون برگا در سطح باغ یا باغچمون. و اجازه ندید که علف ها و چمن ها بیان تا کمر درختتون رو بپوشونه. همیشه چمن ها علف هاتون رو هرس کنید. اگر ابزار هرس ندارید، بوزی، گوسفندی، چیزی رها کنید در فضای باغتون بذارید. این بوز که نه، بوز آسیب میزنه به درخت، ولی گوسفند رو رها کنید بذارید بچره و تمام اون چمن ها و علف ها ارز رو از بین ببره. سوای اینکه میچه رو از بین میبره، بلکه به شما به لحاظ کوددهی خیلی هم مفید هست و عالی. پس بعد از ماه آبان ما با روغن ولک 2.5 لیتر رو در 100 لیتر آب مخلوط میکنیم، با محلولی مخلوط میکنیم، محلولش هم حشره کش باشه. حتما باید با سمکش آیتون 150 سی سی، اون هم باز در 100 لیتر آب مخلوط میکنیم. پس اینم در ماه اسفند این کار رو میکنیم قبل از اینکه درخت از خواب بیدار بشه. و مرحله بعدش هم هست در فروردین ماه، زمانی که جوانه ها تورم میزنن. هنوز جوانه ها روی درخت این زگیل، این یک جوش دیده میشه، این یک خال دیده میشه. پس در ماه فروردین، حالا من کلمه فروردین رو به کار میبرم، حتما تاریخ فروردین رو نمیگم، فروردین منطقه خودتونه. یه وقتایی مثلا در خوزستان فروردین دیگه درخت ها میوه هم دادن، در خلیج فارس، اون طرف خلیج فارس در جنوب آفریقا در فروردین ما مردم میوه میچینن. منطقه رو من در نظر میگیرم، اون منطقه فروردین رو خودت در نظر بگیر. و مجددا با ترکیب مس 3 تا 5 در 1000 برای پیشگیری از دوباره بیماری لبشتری غربالی. و در اردیبهشت برای پیشگیری از سفیدک حقیقی در هلو، به خصوص رقم های انجیری و شلیل، سم ترکیبی کاپیتان یا کپیتان
با مخلوطی با قارچ کشت، در صورتی که اگر دیدید که شته سبز هم در منطقه دیده میشه، حتما با حشره کش سیستماتیک مخلوط بکنید اینها رو و مجدد در ماه اردیبهشت به درختانتون سمپاشی کنید. و در خرداد در صورت شیوع برگشتن بیماری سفیدک، قارچ کش رو همراه با محلول کود مایع مخلوط بکنید و مجدداً به درختاتون بپاشید. یکی از آفتهای مهم درختای هسته‌دار شیپیشک نخودی بهش میگن، یا به اصطلاح خیلی ها میگن شته خونی. اون رو هم در آخر تابستان سمپاشی با روغن ورد، 2 لیتر روغن ورد در 100 لیتر آب مخلوط میکنیم و اون رو مجدداً به درختامون میپاشیم. پس این شد روش سمپاشی درخت حدود. در آمریکا و اروپا به راحتی پیدا میشه، اینا در ظرفای بزرگترش هم هست، در ادارات کشاورزی و در نرسری ها و در هوم دیپو ها و لوز ها در اروپا و آمریکا پیدا میشه، و در ایران هم که قطعا انشالله جهاد کشاورزی یا وزارت کشاورزی یا حالا هر سازمانی که مسئولیت تهیه و تأمین این مواد رو داره باید در اختیار باغدارها بذاره که ما را از وابستگی های اقتصادی و کمرشکن به بیگانگان رهایی ببخشن. وقتی که یک جامعه مستقل شد و به خودش وابسته شد و تونست که تولید بکنه و تأمین بکنه جامعه خودش رو، اون وقتی که میتونه حرف از استقلال بزنه. الان اگه دقت بکنید ببینید اینجا این میوه ها به این شکل در اومده، به حالت چاقاله است. وقتی که به حالت چاقاله در اومده میوه ها، ما الان وقت، ببینید الان وقت سمپاشی هست. اگر سمپاشی الان نکنیم، درخت الان، ببینید این درخت خیلی سرحال و قبراق و تمام برگ ها سبز، سرحال، زنده، میوه ها بدون هیچ لکه ای، اگه دقت بکنیم، یا حتی این درخت رو اگه ببینید هیچ مشکلی به لحاظ ظاهری نداره، ولی ما موظفیم برای پیشگیری. یادمون باشه همیشه ما باید از بیماری پیشگیری بکنیم. الان نگاه بکنید اینجا این میوه وقتی که به این اندازه هستش، میوه ها وقتی که ببینید به این اندازه هستن به چش نمیان، لابلای این برگ ها الان میوه ها پنهانن. یا مثلا ببینید اینجا اینا میوه، ببینید چقدره این میوه ها وقتی که به چش نمیاد ریز هستن. شما شاید در انبوه این برگ ها از دور نگاه بکنید فکر کنید که این درخت اصلا میوه نداره، باری که این درخت سرشار از میوه است. حالا به فصلش که برسه میوه هاش رو ببینید میشه به راحتی واضح وقتی که رنگ گرفت و شکل گرفت و بزرگتر شد دید. پس ما قبل از وقوع حادثه، قبل از وقوع بیماری باید هرس رو شروع بکنیم. و یادمونم باشه هر سمی رو به هر درختی نمیزنیم، اول مطالعه میکنیم ببینیم چه سمی، چه بیماری، چه فصلی، چه هوایی، چه شرایطی. یادمونم باشه در هر جای دنیا که هستیم سمپاشی رو باید صبح زود انجام بدیم. هوا نباید بیشتر از 45 درجه فارنهایت باشه، یعنی چیزی حدود 20 تا 25 درجه سانتیگراد. هرگز در آفتاب داغ و شدید درختانتون رو سمپاشی نکنید. هرگز در هوای بادی و بارانی درختاتون رو سمپاشی نکنید. هرگز در هوای
عرضم به حضور شما گرمه، بسیار بسیار گرم، سمپاشی نکنید، چون وقتی که سمپاشی بکنیم نتیجه نمیگیره. شب تو تاریکی شب هرگز درخت رو سمپاشی نکنیم. به همین دلیل توصیه میکنم که زمانبندی و شکلگیری سمپاشی رو بیاموزیم. الان ببینید، اگر تمام این میوه ها رو ببینید، اینجا همه به حالت قوره، چاغاله، حالا هرچی اسمشو بذاریم، هنوز درخت از خواب بهاری تازه داره بیدار میشه. پس بنابراین ما باید درخت رو یاری بکنیم که موفق باشه در باردهیش. ببینید اگر این درخت الان سمپاشی نشن، بعدها ممکنه هنوز خیلی جاها ببینید شکوفا هنوز کامل نریخته. بنابراین باید صبر بکنیم که شکوفا هم کامل بریزه، بعد شروع کنیم به سمپاشی کامل. مرحله به مرحله سمپاشی رو انجام میدیم. یه عده زیادی از دوستان، حالا من نمیدونم چرا، دوست دارن بی حرمتی بکنن به هم دیگه در یوتیوب، حرفای رکیک، حرفای زشت که صلاح نیست در یک میدیای عمومی مطرح بشه، نثار بنده میکنن، ازشون هم ممنونم. و میخوام به اونا بگم که ببینید، هرس انگور رو اگر دقیق انجام بدیم، اینا این درخت انگور ماست که من روی آلاچیق نهادش کردم، شما نگاه کنید تمام این انگور الان سرشار از جوونه های انگوره. ببینید اگر روش هرس کردن غلط بود، این همه ببینید، من از این بالا کلن نشونتون میدم، ببینید چقدر از الان این درخت پر از جوونه های انگوره. تمام شاخه ها به جای اینکه برگ باشه فقط از میوه آکنده شده. ببینید، یعنی اگر هرس رو